مثبتن، برادر خواهر کوچیکتر بزرگتر مثبتن و بچه هم مثبته و بیشتر بستری هم بیماران مثبت ما هستن. مثلا به عنوان مثال ما در موج سوم تا 16 تا بستری هم داشتیم ولی دو تا سه تا مثبت بودن، بقیه مشکوک و یا مثلا علائمی از کرونا رو داشتن که جهت درمان و پیشگیری و از بدتر شدن ما رو بستری میکردن. ولی این دفعه وقتی که میگیم 12 تا 13 تا 16 تا مریض داریم همه مثبتن و خانواده ها متاسفانه یک نفر تا دو نفر حتی سه نفرشون هم مثبت هستن. دفعه قبلی که موج سوم مثلا کودکان بستری شدن به این شدت نبوده، بیماریشون اینقدر بدحال نبودن و تعداد مثبت های ما کمتر بوده. ولی این دفعه هم شدت بیماری، هم تعداد بیماران و هم تعداد کسانی که مثبت هستن بیشتر از در موج سوم هستش. زمان سپری کردن کار درمان با بیمار با پرستاره، یکی از وظایف مهم آموزش هستش و در سطح بیمارستان برای خانواده ها، برای کلی خانواده هایی که بیمارانشون رو بستری میکنیم در حین بستری و زمان ترخیص ما آموزش میدیم که حتما پروتکل های دستورات بهداشتی رعایت کنن، فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنن و اگر بیمارشون مثبت بوده در اینجا حتما قرنطینه بودن رو رعایت کنن، در خونه رو بتونن اون کودک در یک اتاق نگه دارن، با بقیه کودکان در ارتباط نباشن. کدومش خوبه؟ هر کدوم خوب بود بزن. این خوبه؟ بزن این هم اونیشی میخندیشی این اون بهتر یا این؟ این بهتره؟ آخ آخ پس همینجا بگیرم برای میخندی؟ مهدت رو سال نو خواهشه سه روزه اینجا تست کووید داده مثبت شده و همین ما این بخش رو بود. البته پدر بزرگش بعدا فهمیدیم که اونا رفته تست داده، تستش مثبت شده. پدر بزرگش اومده و دیدنش بعد احتمال میدیم از اون گرفته باشه، یعنی بقیه اطرافیانم نه. علائمی ندارن، یعنی پدرش هم حتی رفته تست داده منفی شده. ولی ایشون تست داده مثبت شده. آره. این دختر 4.5 ساله‌ایه که افغانی هستش و با تظاهرات مشکل تنفسی مراجعه کرده و همونطور که ملاحظه میکنید خواب آلودگی اختلال سطح هوشیاری پیدا کرده که اینا چون بالاخره افغانه هستن به دلیل شرایطی که دارن دیرتر مراجعه میکنن.
ولی به احتمال زیاد این سندروم بیماری کووید مثلا یکی دو هفته قبل گرفته به احتمال زیاد و الان دچار سندروم التهابی ناشی از کووید شده. اون چیزی که تو بچه‌ها ما میگیم الان شیوع زیاد داره و تو بچه‌ها دیده میشه، سندروم التهابی ناشی از کووید در بالغین دیده نمیشه، تو بچه‌ها دیده میشه که دچار همین حالت‌ها میشن، مشکل تنفسی پیدا میکنن، درگیری ریه پوستشون کاملا قرمز میشه، در تلکه میشه و به مرور ممکنه که اختلالات هوشیاری پیدا کنن، درگیری قلبی پیدا میکنن که الان این بچه‌ای که شما مشاهده میفرمایید درگیر قلبی شدید داره، تمام عضلات قلبیش گرفتار شده که قطعا باید الان دوباره اینو ببریم یک آی‌سی‌یو پیشرفته تر. اینا علیرغم اینکه خب حالا هم بستری هم جانش در خطره، خب محتمل بارای مسائل سنگین مالی هم میشن. در این آماری که گرفته شده دیده شده که تو همین جشنایی که به خاطر تولد میگیرن دور همیه خانوادگی همه فکر من خطر نداره، یه بچه کافیه تو خانواده مبتلا به این حالت بشه و بعد برای یه قوم شما در حقیقت پشیمانی داشته باشید. ما توی این دو هفته بعد از تعطیلات عید خب شرایط خیلی سختی داریم، همه همکارامون پدر مادرها همه اسیر شدن، والدین اسیرن پشت پنجره ها، همش نگران فرزندانشون، پرستارای آیسوی ما، پرستارای بخش کرونامون، همکارهای پزشک، همه درگیریم دیگه. درستم خیلی زیاده. دیگه شما که پنج شما خانواده‌ها هم درگیر هستن، یعنی اگر بیماری رو در بخش بستری میکنیم پدر و مادر هم علائم دارن و طوری هستش که حتی مادر میگه من کنار بچه نمیتونم بمونم، طوری باشه کسی دیگه یا فرد دیگه یا پدر که حالا مثلا یه مقدار از نظر علائم کمتری داره بمونه. میگم زمانی که بیماری که میاد بچه که داره بستری میشه پدر مادر هم مثبت هستن. من روزی که پنجم زده رفتم از سواری و اونجا زیرشون مردم میامدن میشستن رو از با زیرشون کثیف بود، دخترم فکر کنم من اونجا مبتلا بیدم میشم، ماسک نزده بودن و زیر اسب و الکل نزده بودن، زده بودن نکرده بودن میشستن. حتما نیاز بود بری شما از سواری رو انجام بدی؟ نه نیاز نه. ما که همیشه خونه بودیم، اصلا از این یک سال اخیر اصلا خونه بیرون نمی رفتیم، کلا تو خونه بودیم، درسش رو که تو خونه می خوند، کلاس گیتارش رو مجازی برگزار می کرد، کلاس زبانش رو مجازی برگزار می کرد، مدارسش رو مجازی برگزار می کرد. حالا بازم معلوم نیست که ما از اونجا گرفته باشیم، اینجا که 100% مثلا به ما نمیگفتن خونده، چون یه هایی اصلا هیچ علائمی هم نداشت بچه، یه ها بعد یک هفته مثلا ما جمعه هفته گذشته بردیمش از سواری، پنجشنبه هفته بعدش این هایی تب کرد و حالت سرفه‌های شدید و دیگه تنفسش گرفت، یه 45 دقیقه هم بیشتر اونجا نبود، برگشتیم خونه. یعنی به نظر من همون 45 دقیقه هم نباید بردیم بچه رو بیرون، ولی واقعا اگه آدم حس نمی کنه اینقدر ببخشید این کلمات اکرام فهم مرد به آدم نزدیک باشه، یعنی بچه من واقعا خودش میگه من نمیدونم واقعا زنده بودم یا مرده بودم، فقط اسکنش خب بالای 70% دیگه رو نشون داد درگیره، ولی تست کرونا رو که ازش گرفتن اون منفی در اومد که بعد گفتن نه پس باید بره قسمت EICU بردنش، بردن اونجا اتاق ایزوله نگه داشتن، یه دو روز هم اونجا بودش، دیگه خدا رو شد بهتر شد. من گرفتیم، این اصلا بعد شانسیم. آره؟ خدا رو شد. انگار که همه دیگه دوره مجلسی و چه میدونم اینترنت و ماهواره کسی دیگه سمت چی چی دیگه؟ یه راه رو که باز گذاشتن رفتیم از همون میگوزم بردیم.
کورا من اصلا نه مهدینی رفتم هر جایی فقط یه باق رفتیم بعد خب هیچ کسیش علامتی نداشتش ولی که منطقه یه نفر اینجا ناقل بود اونجا رو کلی در این فامیله میکنم 50-60 نفر درگیر کرونا شدن کل فامیله به وزیری سر ولی سر پایینا نیستش محیط گاز هم که باشی اون برنامه که سر بردیه تو نیست حالا چند روزه درگیر شده؟ اما از بود سیزر این طرف دیگه واقعا مردم رایت این داخل خیلی جالبه قبلش راه رو بستن ولی این همه راه رو باز گذاشه همه جا رفتن مهمونی مسافرت بهتر فعلا تو خونه بگیم دیگه حالا کلی بچه کامیون گرفتن میگه من اینا ریاهاشون درگیر نشد چون یکم بچه گیره مشکل ریه یکم چکار ریزی هاست درگیری سیاه چون خیلی هم درگیر شد خیانات تقریبا 8-9 روز پیش شروع شد خودم اول یه سرما چون خودم شاغل هستم یه سرما خورده یه خودم پیدا کردم ولی خیلی خفی یعنی در حد یکی دو روز تب و یکم بدن درد همین هیچ علامه دیگه ای نداشتم این چند روز بعدش دخترم گرفت اگر چرا آیتی رو میکرد این که مثلا ما تو خونه مثلا من خیلی بهش میگفتم نزدیک من نیا الان که خون در پس پیشتی که ما خداگاه بمیمد طرف من میدونی یه همچنان فکر میکنم اگر چون مثلا پسرم خیلی آیت کرد خودش رو به قول من پورتا و خودش قرنطینه کرد از سم بیرون نیمد دو تا ماسک میزد خداشو کنم نگرفت اصلا ولی این چون که بچه از کوچیکه چون طرف من میمد فکر میکنم حالا یکی دلائلی که به قول شما گرفت دیگه همینه در واقع ویروسش هم دیگه میدونه تمام بلاستسا همه از همدیگه اگر رعایت نشه شدت گرفتش زیاده با هم نگاه میکنیم بده بگیرم بیشتر این پیکی که داشتیم مربوط به همین چند وقت میشه یعنی از 5-6 فروردین شروع شده تا الان که به اوجش رسیده قبلا ما بیشتر بچه هایی رو مبتلا میدیدیم که بیماری زمینه ای داشتن ولی در حال حاضر همه بچه ها درگیر میشن با بیماری زمینه یا بدون بیماری زمینه متاسفانه بدمانتر از سری های قبل هستن و طول درمانشون هم طولانی تر شده متاسفانه خواهشی که داریم از مردم خیلی رعایت کنن واقعا جلو خودشون و بچه هاشون در خطره من همسرم هم نرس هستم میتونم بگم نزدیک 72 ساعت ما هم دیگر رو ندیدیم ایشون آی سی یو کووید کار میکنن تو بخش بزرگ سالن حتی فرصت نکردیم یه تلفن به هم بزنیم توی 72 ساعت چون که اون وقت خیلی شروع که متاسفانه اینجا هم شلوغ تر هست یک کودک ما هم یک کودک 8 ماهه‌ای هستش که پرمچوره و سابقه بستری نداشته متاسفانه با علائم کووید بستری شده و خیلی هم بدحال هست همینم که روی دستگاه کمک تنفسی و ما اقدامات پرستاری رو داریم برش انجام از زمانی که بستری شده از اورژانس که اومد اینجا اصلا حال خوبی نداره ما خیلی ترای کردیم که بتونیم از دستگاه مدام جداش کنیم بهش کمک کنیم که خودش نفس بکشه اما نشده وضعیت تنفسش خیلی خوب نیست البته پی سی آرش منفی بوده ولی سی تی ریه‌اش به نفع کووید هست و ریه خیلی خوبی نداره از پدر و مادر گرفته؟ نه پدر و مادرش منفی بوده پدر و مادرش منفی بودن پدر و مادرش منفی بودن ولی احتمالاً با هیستوری که ما ازشون گرفتیم رفت آمدشون زیاد بوده و کسایی که اومده بودن منزلشون از اونها کووید رو گرفتن تمام چیزایی که ما داریم می‌بینیم مریضایی که دارن میان همشون یا سفر داشتن یا به خاطر رفت آمدهای در واقع غیر ضروری بوده و تو بچه هم خیلی زیاد شده توی موج قبلی که کرونا بود بیشتر ما اطفالی داشتیم که از پدر مادرشون گرفته بودن
توی موج جدید شیوع چهارم بیشتر بچه‌هایی هستن که در سر رفت آمد و مهمونی و مسافرت ها بوده، یعنی پدر مادر نگرفته ولی بچه در سر مسافرت یا در سر رفت آمد از بقیه افراد گرفته شده. توی سریای قبلی پدر مادر مثبت بودن، بچه رو می آوردن با کرونا مثبت، ولی در شیوع چهارم یه همچین چیزی رو ما خیلی کمتر داشتیم. آماری که داشتیم بیشتر اونایی بودن که در سر مسافرت و رفت آمد کرونا گرفته بودن. امیر حسین 13 سالشه، کلاس ششمه، 4 روز پیش تک کرد، بردمش درمانگاهی دم خونه، تبش بند اومد، خوب شد، دوباره فرده صبحش دوباره تک کرد، که دکتر گفتش که یه سیتی ریه انجام بده، ممکنه علائم کرونا باشه. سیتی ریه رو انجام دادیم، ریهش رو درگیر کرده، ولی ابتدای کرونا بود، که دیدم نفسش دیگه بالا نمیاد، یعنی تمام نفسش شکمی بود. آوردمش طبی کودکان، گفتن که پسر خیلی حالش بده، شرایط پسرم اینقدر بد بود که خود دکتر میگفت چه اینقدر دیر آوردیش، این الان میره زیر دستگاه، که به پای دکتر افتادم، گفتم اصلا دوست ندارم پرور شدن بچه‌ام رو ببرم. یه ویاری خدا بچه‌ها خیلی پسرم خوب شد، یعنی همین الان که دکتر اومده بود خداوند بالا سرش اومد تقریبا یک ساعت پیش، گفت خیلی شرایط بدی داشته، یعنی بچه هم لبه تیغ بوده، خیلی خدا دوست داشته که این برگشته. یک سال و 4 ماهشه، یک چیز استفراغ شده بود، ما به خاطر استفراغ آوردیمش، بعد اینجا تو بخش مقادر دستگی شد، داشتن آزمایش رو اینا انجام دادن و همینجا تو بخش مبتلا شد به این بیماری. آره.